ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته بیا هم دوستان عزیز با عرض سلام او احترام بسم الله الرحمن الرحیم امروز اول نوامبر 2021 میلادی از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان مسائل افغانستان انشالله بررسی خواهیم کرد و شما هم خواهشمند هستم تا تلفن بزنید و بالای افزای جری افغانستان دونیم ما یک تغییر عجیب کنفرما گردید یک انقلاب آمد در افغانستان و محصول 20 سال مبارزه و مجادله علیه اشغال بود و محصول او هم بالاخره یک حکومت با قاعده های وسیع اسلامی روی کار آمده توطئه‌گران جهانی آنهایی که در افغانستان شکست خوردن میخواه پایه های ای حکومت سست بسازه در حقیقت لرزان بداره از هر طریق ممکنه میخواه تیراندازی و ضربه وارد بداره مگر تا این دم به فضل الهی حکومت خود نگه داشته البته غمخور مردم افغانستان خود اعلان داشته چی در بخش نظامی البته مو قوی ترین نظام عسکری حتی میگم یعنی تفسیره شنیده شده که تحلیل و تفسیر خصوصا نظامیان افغانستان حکومت فعلی افغانستان داره از هلیکوپتر بلاک هاک گرفته تا 85 بیلیون دلار اسلحه و مهمات نظامی به دست اونا افتاده در بخش حکومتداری هم فوقلاده پرهیزگار مردم هستند عقده به دل نمی پرورانند مخاصمت ندارند امر عفو ساختند و در هر ارگان اینا می خواهند در خدمت مردم خود قرار بتن مردم دعوت می دارند بیان در افغانستان برای کشور خود رسیدگی بدارند مگر باز هم تهدیدات موجود است معاش ها یعنی در طول 5-6 ماه تادیه نگردیده یک میراث به طالب رسیده و همچنان علاوه از آن کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، انگلستان و اتحادیه اشغال افغانستان هر کدام سر ناباشمیره و افغانستان داشته و بنابر دلایل بسیار نامعقول و واقعا خصمانه تا این دم در مجامع یا بین المللی حکومت موجوده افغانستان به رسمیت شناخته نشده ارتباطات رسمی ندارن مگر غیر رسمی ممالکی چون ترکمنستان و ترکیه و نمیدانم ایران و روسیه و اینا نشستای دارن هیاتای خود به افغانستان میفرسته و البته خوشبینی موجود است برای که صدر اعظم پاکستان آقای اونا اعلان داشتن بالاخره یه با یک بارگی ممالک جهان عمران خان از بدارم خواهند شناخت و این شناخت البته مجموعه ممالک تصمیم خواهد گرفت نمیدانم که چرا ممالک جهان به شکل آزاد و تصمیم خودی افغانستان یا حکومت موجوده را به رسمیت نمیشناسند یک تصمیم مشترک خواهد داشتند در رابطه مگر هرچی هست دوستان عزیز یک نوید در پیش است که انشاءالله به یک بارگی هم شناخت صورت خواهد گرفت و هم پولهای منجمد شده افغانستان از انجماد بیرون خواهد شد و سرمایه گذاران بین المللی هم وقتی دیدن که در افغانستان یک صلح و امنیت برقرار گردیده و صلح تأمین شده و گارانتی می گردد شاید سرمایه گذاری ها دعوت شوه تشویق گردد و بالاخره در داخل افغانستان در قانون تعلیمی زن و مرد هر دو حق مساوی تعلیم و علم آموزی را خواهد داشت دیگه بهانه هایی که حکومت با قاعده های وسیع و چرا موجود نیست و دیگه
هر کدام دنیا میدانه که اونا بحث حربا و بهانه ضد طالبان استعمال میداره، شاید امی بهانه ها هم چیده شوه و از بین برده شوه، فرو بپاشه، دامنش جمع شوه و به مو طرف به مو سمت و سو البته حکومت موجوده در حال نوسان است. ما خدا خدا داریم که البته روزی که جهانیان با هوش بیان و بدانند که افغانستان دیگه کسا نمی پذیره که در امور داخلی افغانستان دست درازی بداره و مداخله بیجا بداره یا دیگه یورش با افغانستان صورت بگیره، دشمنای داخلی مردم افغانستان و دشمنای بیرونی مردم افغانستان سرکوب گردیده و بالاخره امروز فضل خدا مردم افغانستان با فکر آرام آنهایی که برای افغانستان دلشان میتپه چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان یک آرامش برای مردم افغانستان پیش گردیده. ما از افغانستان تلفنی میشنوم که بعضی بسیار خرسند هستند، میگه حال ما دانستیم که در داخل خود وطن خود هستیم و دیگه مو حراس 20 ساله یا 40 ساله که در افکار ما بود و در یک مخمسه به سر می بردیم متب طولانی دیگه سپلید و به اعصاب آرام می خوابیم، می دانیم که در بیرون یک حکومت موجود است و رسیدگی خواهند کردن. البته اخبار شنیدیم که نشست جی 20 هم در رابطه با افغانستان البته صحبت داشتن که بحران افغانستان گلمش چیده شو یا دامنش و 1.15 بیلیون دلار به همین ممالک بحران زده تخصیص دادن و همونطور از خداوند میخوایم که توطئه‌گران جهانی ظالم هایی که واقعا ممالک هم اشغال میدارن و هم در بدر و هم پولهایشان منجمد میسازن با هوش بیاین و طوری که شنیدم آزادی بیان تأمین گردیده در افغانستان، حتی خود طالب مدافع حق آزادی بیان در چارچوب اسلام اعلان داشته، حقوق کار زنها تأمین گردیده و نشست موجود بود، یک کلیپ هم پخش داشتیم دوستان عزیز که خانم ها هم رضایت دارن و خرسند هستن از امارت اسلامی و حتی خود امارت اسلامی از صفوف خود آنهایی را که غیر حق و بدون استیزان حکومت دگار تعجیز می داره و به خانه هایشان داخل، یعنی در خود یک پاککاری اینا دارن و آنهایی که از اوامر حکومت یا امارت اسلامی تخلف می دارن اونا را دور می سازن. یعنی واقعا یعنی توجه بدارین دوستان عزیز به یک شکل مقایسه در صفوف حکومت قبلی همه یعنی در مجموع یک دستگاه کثیف و فاسد حکمروایی می داشت، فساد تا آخر رسیده بود و جمله حکومت فاسدترین جهان معرفی بودن و امروز یک هوا و دینار یک از ضایع نمیشه، رشوه و رشوه ستانی از حکومت رخت بسته، واقعا پول هایی که عواید ملی را تشکیل میده به خزانه دولت و از اونجا به مردم رسیدگی صورت میگیره تا این دم. یعنی در مدت بسیار کوتاه دوستان عزیز کارهای بسیار بنیادی صورت گرفته که مردم بسیار خرسند هستند و این مایه امیدواری است. نه دیگه داعش در افغانستان یک تهدید نه برای مردم افغانستان خواهد بود و نه برای جهانیان. اگر این بهانه برای یعنی واقعا ستم افغانستان است یه هم رفع خواهد شد. به هر حال دوستان عزیز پیرامین این مسائل صحبت خواهیم کرد، لطفا شما هم تلفن بزنین و با هم صحبت می‌داریم. یکی از افغانای ما از افغانستان تلفن زدند. بله سلام علیکم. ولی ما همجور شما چطور هستین؟ ساعت تان خوب هست؟ ولی خیلی 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 چیزای نو نو
یه جنگ است، یه جدال است، یه دیگه از خیر خیره تو سارتیش مردم در خانه خود زندگی میکنه، کاروبار خود میره خلاص. شکر است. مردم تطبیقات از فیسبوک ساوی جای گیرسته، اون جای گیرسته، کلی دروغ است. این زنها که حقوق بشر میگه دیگه میگن، اون سر شکریه بارزای. بله. شکریه بارزای میشنم تا حالی را خوب بله. میشنم. شکریه بارزای هم در تلویزیون های سال میشه گب میزنه. میگم جاسوس سیایی بوده و با چی رقم شاور چی کارای نکرد 300 میلیون دزی کرد خودش 3-4 در خدمت امریکا ها بود. همین یک در 12 تا زن بود که کل افغانستان به اکل که خونه چرفان سیما سمد بود، شکریه بارزای بود، قضیه کوفی بود، دیگه نایید فرید بود، یه سله غفار بود که روشن ملاله جواک، یا فقط سیکس لندن یا رو تربیه کرده بود به خاطر همجنزبازی سیکس مواد مخدر و فشا. این حقوق زن اینی ها میخواستن، اینی ها مظاهره میکنن خطاب ساد که این مردم تمام بود، مردم افغانستان در گشنگی تشنگی در تاریکی شاندن. در وقتی که یاد به 20 سال به زیر دول امریکا ها میرخصیدن، از عزت خود پیشوان دخترهای خود به امریکا پیش میکردن، دونیم از اون دختر در وزارت دفاع کار میکرد، صدرالله صاحب خالد ساتشتیر و سکات میلر و سر سکات میلر نوبت نبود از دخترهای افغان. ایران با یک مردگو خانه جور شده بود، خود هر جور شده بود، هر چی حال بود. از نجیب الله احمده شیست مشاور نظامی خود اشرف غنی گفت که این در ایران منده اید، در وزارت داخله چی حال بود. این ها حقوق، این حقوق هم میخواین، حقوق هم جزبازی رو میخواین. رسانه ها هم 120 تلویزیون چپ از پروگرام اسلامی هایش کلش مردگو خانه بود. سیماس همه خود به خیج امرای سفیرها سفارتخانه ها داشت که تلفون میکرد که ده تا دختر کار دارم. او خب بزنش بسیار بلند بود، سرمونشی سر مردگوای زنا بود. پایینش رئیس های تلویزیون ها که امرای که امیر خارجه استفاد داشتن، نتاقا یه رسانه خطاب سایی پایشخانه ها کلش بسته شدن. یا چرا مظاهره نکنن؟ چرا دلشان نکفه خطاب سایی؟ درست میگی. چی کارهایی نکردن یا؟ چی کارهایی نکردن؟ کارهایی کردن با در پنتوری در فاکولتات تابلیت های نشوار تفضیل میشد. از کمی میلیونم اتاب ساخته، این میلیونش دختر و دختر هاست و زن هاست، پنج میلیونش جوان هاست. این چی بساور دارن؟ حقوق چی میخواین یا؟ من نمیفهم چی میخواین؟ برن خیلی پایشخانه هایشون پس خلاش شد، برن به سفارتخانه برن تا بالا شوند. در سفارتخانه یا بگم این مجلس نمایندگان که اینجا ششته بود، همی با شمول بارزده با شمول همی فوزیه کوفی خو در پنتون میره با چی جوان هم میگه در موتر میشون شب هم برای خود فوزیه کوفی خانه میگرده. این شکریه بارزده دو تا دخترهایش همراهش بود، از سر زمین فقط میکرده یه سبور و هست بود، یه سفارت بود، یه سفارت بود، این استخبارات سیاهی ها بودن، این سکس لندن بود، این ساریان ها صحیح داره، ستاری افغان از بین رفت، خطاب شد فشا از بین رفت، لواطت از بین رفت، زندان زنا از بین رفت، چور و چپاول از بین رفت. بینی یا مظاهره میکنن مردم ها گوشنم تشنه نیزا که چیز در خارج مظاهره میکنن، چیز در کابل چیز میزنن دیگه میکنن، بر خود کیز جو کنن برن. یک لک و پینجا هزار یا ایسایی شدن خطاب شد تمام روز میداره. همین ریاست امنیت دولتی قطع سفریک و اردو ملی از وزارت داخله چی جناهات نکردن؟ نفر 25 دلار میکشن به امریکا میبین نایما چه نفر کشتن دیگه 100 دلار هم یه حال زنهای اولاد خود را خارج بردن و خدا روز خوشی ها ببینن. دخترهایشان هم فایده میشه، زنهای هم از بیشه میره، خودشان هم عملی قلبی یا فشار سرشان ده. این بنام وخشال احمدزک کماندان قلوردی ایران بود که رفت امریکا همراه حال اولاد هم دامات های خود بود، اما تو را دیگه لوی دیسیل دیگه یا روز خوش میبینی مردم های اولاد های مردم خانهایش با دایره یا دو بمباردمان کرد خود دیگه قتل هم کرد، اولاد هایشان حتیم شد، دن هایشان تمام بود گدایی بکنه، یا روز خوش میبینی اولاد های از یا با اولاد های خود بود با امریکا تصیل که این دختران نیری بچه های خلاص این اولاد های مردم یه در و در کردن. درست. روز خوش نمیتونم خطاب سا یک قطعه سفر یک مردم هایی بود که از بندیخانه امریکا ورده بود، شبخانه بود، من روز گنگب دارم به قصبه گمان این داریم یا این داریم یه مسلمان هستی
یک کارای میکردم در جلال آباد حمله که چهار برادر سرا بود خطاب شد هم چهار برادر هم کتی سپریت کشت هم مادری کمی از مرده و بچه های خود عزیز مادرش هم داخترک شد مرد خطاب در جای بجای کمتیش استاد شد کتی سپریت در ملاحظ بود خطاب شد کارای میکردم که خدا میدونم حال کلشان هم در دایشان بچه همچام عزیز هم در دایش باید کرد خطاب شد این امرالله سالش خیلی سال رئیس امنیت بود کل دیده بمبارمان کرد همین پنچیری هم باند شورای نظام که سه ولایت توسط تایره جبادیت اینجا بوده بمبارمان کرد سر ناموس های مرحوم توسط امریکا تحرز کردن بردن در پنچیر دفتر سیاهی بود در خود کوی پنچیر بود که از تای بیر سال هر خانواده $300 می گرفتیم این پنچیری هم با نظام قرار نشته که حالات مفایدی پنچیر دیگر کسی اجازه داخل شدن ندارن یا یک جناعت کردن حال خود پنچیر کربلا شدن قضا شد برای جا کلش میلیاردر شد یا سقه بود یا مستری بود یا دایه بود در خانه ممزیات کار میکردن بچه مسجد دید حال ما میگم مالی گپا رفت پس کار خود حال فعلا از اینجا شروع کنیم که حال سمال کنیم که خرابی نشوه صاحب و مردم آرام شوه حال چطور است وضع فعلی را گذشته ها را بسیار شنیدیم و پسر همچه هم مسئول هم وقت خود بعضی عوازوز که نیستن نصبای سابق با دایش باید میکنن با دایش باید میکنن و دایش بیادر با دایش باید هم بسیار مشکل است و دایش خود میگه برو در فلانی جای خدا بپران فکر نمی کنیم یکی از امو از کرا و کار کنن بیاقل است یک خودشان 24 تون دیشه بودن وای دایش یک کلاو کاپوز یک آدم دیوانه کار داره که برای خود بپرانه و خو پنبایی آخر تحقیقات خود امریکاست پیسه تبدیل میکن با بچه مسئول اونه در بخانچیلی خود در کابل پیسه تبدیل که در رویش رو بنید در خانه خود سلا دارن دیگه دارن دیگه دارن از بطادین استفاده میکنن که برای من چسکی دی موتر بچستان دی موتر بچستان کلی چه باندی که رای دیدار که داریم پنجه ناچی سبزی میکنه در مصاد از آرابانی میکنه این مطاد بنده مانی بچه این رقم کارا را چی دو کنم آه و بدل نمیخوا آه نه نه آله با کلی از ریشه اونا را کندن در پنشیر هم پولای را که یا همیم اسلحه را که انبار دیروز ما شنیدم که امرالازاری را از ترکیه کشید امرالازاری را دوان گفت که برای از ترکیه برای کسافت کی آورده اینجا باز آمد تازکستان پس پنچیر رفت حال پنچیر رفته؟ حال پنچیر رفته نمی مانه میشون کتاب سای کشیده رو مانه میشون برم من نمی مانه نخو امو بیاید در کابل کس غرض نداره پالوی کرزایی بینیش حال طالبا عفق کده ما میگم برا بمرای عبدالله ای طرف طرف چکر در کابل قرقه برا ساتیری خود کنه والا مردم وانش و آو دیگه باز خدا کنه دیگه خدا یعنی دعا کنیم که حال بهتر شو وضع افغانستان گذشته ها رو زیاد تحلیل و تفصیل کردیم چی میگه یکی گفت یار با چهار کتاب ما باید کافر بسازیم ای با چهار کتاب او ما خونه خو خدا هند اینا رو سزا و اینا رو برسانه بسیار بد بدکاره چیزی که گفتین این درست میفرمایید واقعیت های افغانستان هست تو یک تهمت و اتهام بالای می قشر صورت نمیگیره فرزاد جان مصطفی جان میگن صدای کمک یکی گفت فرشته جان که پخش از بی بی اگر صدای تلویزیون چی کنین بله سلام علیکم علیکم السلام غفوری صاحب سلام علیکم خوب هستین و علیکم السلام علیکم السلام جناب خطاب صاحب ملت رنجیده افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته جناب خطاب صاحب هفته قبل تلویزیون یک در مصاحبه با محترم سید بلال احمد فاطمی یک تن از هموطنان دانشمند افغان مقیم لندن که حدود 26 دقیقه را احتوا می نماید
بسیار جالب و قابل شنیدن است، چون قضایای دو دهه اخیر کشور ما افغانستان و به خصوص تحولات و انکشافات ماهای اخیر را بسیار مستند و قرین به واقعیت توضیح داده است. بنابراین تقاضا می نمایم هم هموطنان عزیز ما مصاحبه مذکور را از طریق یوتیوب دریافت نمایند و با معلوماتشان پیرامون قضایای افغانستان بیفزایند. آنچه از محتویات صحبت‌های محترم فاطمی برای من بسیار و بسیار ارزنده بود، تحلیل زندگی از غلامان، جاسوسان و نوکران ابرقدرت‌ها در طی 40 سال اخیر افغانستان بود که چگونه ببرک کارمل، نور محمد ترکی، حامد کرزی، اشرف غنی و امثالشان موتی و فرمانبردار بادارانشان بودند و بالاخره واقعشان چی شد. حال که دیگر دامن ابرقدرت‌ها از کشور ما چیده شده و غلامانشان به کشورهای بیگانه فراری شدند، باز هم شنیده می شود که ایالات متحده آمریکا در صدد تربیت و پرورش دیگر برآمده و آن را در دامان خود پرورش می دهد تا به مردم خود ابلاغ نماید که علیه رژیم طالبان بوده و حالا یک تن از مخالفینش را در آغوش گرفته و شیر چوشک بدنش می نماید. این آقا احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، قمندان دره پنشیر می باشد که آهسته آهسته به قدم های پدر جاسوسش پا نهاده و آل سر از گریبان ایالات متحده آمریکا بیرون کشیده است. من به این طفلک سیاست توصیه می نمایم که خود را مانند پدر خودخواه و جا طلبش مسخره نسازد، چون کوچکترین چانس و امکان برایش وجود ندارد که در جغرافیای افغانستان و حتی پنشیر از این بعد صدای فیر تفنگ از جانب دزدان شنیده شود. ایالات متحده ای امریکا این طفلک بازیگوش و تازه به میدان آمده را که به دست خود ساخته و یک روز مانند دستمال کاغذی دور انداخته، لگدکوب و پایمال خواهد شد. اگر این پسرک می خواهد از خواب غفلت بیدار شود، حداقل همین برنامه سخن اوریان را از تلویزیون جهانی پیام افغان تعقیب نماید. یقین دارم که مسیر درست را در پیش خواهد گرفت و خواهد دانست که غلامی عیب است، غلامی شرم است و غلام برای همیشه غلام می ماند. و من الله التوفیق. زیاد تشکر غفوری سای محترم آمد تو راست. غلامی زیاد هم کدن و برای دلار، نه برای امریکا، برای زوان وفادار نیستن و در این ممالک هم و اینا میان واقعا به خودکشی ها دست خواد زدن به سرنوشت. او روز می دیدم عبدالله نمیدانم علی رضایی بود یا چی بود، همون لوی درستیز که در آخری حکومت اشرف غنی گماشته بودن، در این ورجینیا در این بلاک ها در یکی سم سر خود سر زانوی خود گذاشته بود و در حالتی بسیار بده اینا به سر می برن. اینا فکر میکنن امریکا میان دیگه صاحب یک بهشت است و داخل میشن یا اروپا. میبینین که واقعا در گودال بدبختی چندین سال خواد گرفتن که اینا با کلچر غرب خود عیار بسازن و باید برن کار کنن. بعد از یک شش هفت ماه حکومت امریکا مونا را چی میگه جواب میته، میگه برین برادر هر طرف کار خود خودتان کنین و مشغول بسازین و روزیتان خودتان پیدا کنین، هم در اونجا با اتکای امریکا و اشغالگرا و هم در اینجا اینا میخوان بسر ببرن. یعنی ملک امریکا و غرب یعنی کار ساده، یعنی واقعا زیستن در این ممالک یعنی باید به زور بازوی خود یک نفر بیست، یعنی حتی هم سایه برید نمیه که غذا برید برسانه و که چی میگه امرار حیات بداری به اتکای دیگران. یعنی هر یکی مسئول حیات و پیش برد زندگی خود شمرده میشه و کار دشواری هست. ما در اینجا 40 سال 43 سال به سر بردیم، روزایی را خودم دیدیم از صفر شروع کردیم. یعنی واقعا نمو کارایی که
یعنی در تانک تیل امریکایی کار کردیم و برشان تیل انداختیم. در می کارهای خشراز مونجا شروع کردیم. ما با یکونیم دلار امریکایی 43 سال قبل کار خود شروع کردیم. هفته نمیفتم 80-90 دلار معاش ما بود که کرای اپارتمان و زندگی هم از او تامین میگردیم. یعنی واقعا یعنی اگه شخص میخواهی که از اون صفر به بالا بیاید در این ملک روزایی رو میبینه که هیچ حد نداره. اینا از اون جشن افغانستان و سر استیج و رقص و قرص و اینا فکر میکنه که در امریکا هم به این منوال است. بسیار ما یعنی درد سر زیاد برای از اینا مواجه خواهد شد با مشکلات، خصوصا که اینا با سرنوشت مردم افغانستان بازی ها کردن، جفا کردن، دزدیدن، غارت کردن، یک کتله را واقعا بدبخت ساختن و فرار کردن. بالاخره خدا آویختن از هواپیماهای بادارای خود. بله سلام علیکم سر. بله بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم. ولی شما خوب هستین سر؟ تشکر. ببخشید من از نام فریده است، از کشور سویدن گپ میزنم. بسیار عالی، بفرمایید. من خواستم پروگرامتان را میبینم، همیشه بسیار علاقمند پروگرامتان هستم، مخصوصا تولد نو که آمد همیشه من متوجه هستم و امروز خانمایی که دوباره کار خود به دست گرفتن از طریق طالبا زیاد خوش شدم. ما هم ولد خوش شدم، امروز ما دیدم خوش شدم. زیاد خوش شدم آقای محترم که من خودم یک معلم بودم در افغانستان و حالا تقریبا کم از به 60 سالگی برسم، مگر تقاضا دارم که هر وقت که افغانستان برام ضرورت داشت من میرم کار میکنم، به خاطر از این که اگر اشرف غنی رفته اما وطن مرا خاکت خود نبرده. بله بله. وطن از ماست و ما خانمایی هستیم که اولادای ما حال هر کدامش دکتر شدن، انجینیر هستن. وقتی که یارو میبینم پس میگم که فرزند افغانستان هم ضرورت داره و ما نمیخوایم برادر محترم که ما امی تمام تجربه که دارم ایره کت خود چند ساله که زنده هستم به گور ببرم. میخوایم ایره عرضه کنم و هر وقتی که کشور سرمه صدا کنه من میرم، ولو که هر کار باشه، کار آبرومندانه از خدمی مکتب گرفته تا هر کاری که به من ضرورت داشته باشن من حاضر آماده هستم. چرا در این وقتی که ما همکاری را امرای ملت خود نکنیم بس کی کنه؟ چرا جای خالی ببانیم؟ چرا فرار کنیم؟ و چرا با دولت کین بگیریم؟ به خاطر از این که وطن وطن ماست، وطن ما سر جایش است، وطن ما را کس نبرده. اینا ما میتونیم که در تمام عرصه ها ای که تجربه داریم، کسی که دکتر است، کسی که معلم است، کسی که ولو هر کار حیات است، باید برای با این ملت رنج دیده خود کار کنیم. میشه از دست ما که یک خشت اگر کار از سر خشت بانه وطن رنج دیده ما را آباد کنه و ما اولین نفر استم که هر وقتی که سرم صدا شوه ما میرم به وطن خود کار میدیم. خداوند شما را خیر و برکت نصیب بداره. خوارک گل با این صحبت های بسیار جانانه تان، یعنی ما با این عقیده استم، خصوصا دین اسلام فرمایش خوامی است که کسایی که با نیات پاک و شریفانه قصد یک کار نیک داره مکافاتی از او به او انسان میرسه و عمل بد تا انجام نشوه مجازات نداره. همین چیزی که شما فرمودین هم ما را روشن ساختین، هم دیگه خانم هایی که امروز سر مخاصمت گرفته در می سویدن و نمیدانم در آلمان و چیخ بزن و یخن پارک و سر بیر از یخن بگی و در داخل افغانستان یک چند تا خانم ما به خدا بشه دیگر مخون شد که اونجا چند تا طالب نزدیک بود از ریشه از اونا کش کنه و سر باز همون میکروفون ورداشت کنه. باز داریم خانم های شریف و نجیب و مکتله تهدابی افغانستان چون شما که جایی که افغانستان ترک بگوین از اینجا دوباره میخواین افغانستان برین.
خب خداوند شما را ثواب و مکافات هم نصیب داره و صحتمند باشین، طول عمر نصیب شما، یک نمونه و چی میشین تشویق برای دیگران میگردین، ولی خداوند خیر بکنه. بله چرا نی باید که ما آل دست آغستین خدا بر بزنیم، این کشور و ایران شده خدا جور کنیم، برامی مجاهدا ما برشان همکاری کنیم، رهنمایی کنیم شون، که اگزی سیستم پیش برین موفق تر میشین، اگزی سیستم پیشرفت کنین دوگه موفق میشین. این چی بیتر است که مثلا ما امی کار باید بکنیم، از این چی بیتر؟ و تمام مردم آرزو ازیره دار، اما نمیفهم که چرا پای خدا پیش نمیمانن. اینه من شروع میکنم، ولی هر کار باشه فرق نمیکنه، بلوی تمام مردم خود استاد هستم و کار میکنم، با وجود که در اینجا دخانی گرم هستم، ما شما را میتن شکر و رسا دارم، همه گی در خدمت ما هست، اما ما پشت اونم وطن چشم درد هستم و هر فرد وطن خود خانم و طفل خورده میبینم، ما میگم چه قسم کار شود که ما برم در هر افغان بزنم بگویم اینا را بگویم چی هم را خدمت ما برتان بکن. شرالا خداون خیر برکت نصیب داره. ما اینمی علیه میاد دستکای خودتا بایش خواری عزیز خود می بوسم، خداوند خودتا خیر و برکت نصیب داره، یک نمونه برای دیگه خواری ما می بوسم. بسیار تشکر و خیر سلامت باشین. دیگه خوش هستم فعلا، خو انشالله تمام کثافت ها رفت از بین، انشالله موفقیت های بیشتر شانا می خواهیم دیرا و شما همیشه کامیاب و سرفراز باشید برادر گل. خدا حافظ شما. می بالم با شما. بسیار زیاد تشکر. اینی را واقعا صحبت های اصل خیز می گه پرولیفیک در انگلیسی، که یک چیزی را می تانه بار بیاوره. یعنی واقعا اگر دل سوختانده شوه و یک نفر بخواه کاری را انجام بده، عزیز و از خانه گرم و نمیدانم از فضای بسیار مسئون و یک چارقران و یخچال پر از مواد غذایی و موتر و دیگه دیگه دل میکنه میره برای افغانستان که برای مردم چی کده میتونه. در همینجاست که فاصله میانی اینا و اونایی که امروز واقعا در تلویزیون ها میشینن و صحبت میدارن، اونا رو هم خداوند یعنی در قلوب اونا محبت مردم ها بیاندازه. برادر ما از افغانستان تلفن کردن تحت نام اون یا عنوان دفاع از حق زن، چیزایی نبودن که اینا نکردن، دوزی ها و غارتی نبودن که اینا انجام نداد. 260 یا 280 میلیون دلار به همین ارگنیزیشن زنهایی که در ارگ تأسیس شده بود فرستاده شد، دوباره پس در بکس ها همه تو کاغذ پیچی دلار ها بیرون گردید و ممالک جهانی سوم خصوصا در اونجا که بانک و بانکداری نیست و از طریق حساب ها پول نمیره، پولای نقد میفرستن که نقد از بانک بگیره و سب در جیبها و در بکساس حتی امو امو کاغذش باز نکرده و از این ماشین برامده در دست از اونا قرار گرفت تا اونا در امو محلات پول نقد استفاده بدارن و بخبر از اینکه پول نقد دوباره اینا بیرون میکنن و در جیبهای یک چند نفر خلاصه گردیده. امی پولی را که امروز در امریکا اینا منجمد ساختن 9.5 بیلیون دلاری در حدود نمیفهم 15-20 بیلیون دلار بود ذخایر بانک مرکزی، دیگه شب کود 91 و کود 92 چند سب همه تو کشیده رفتن و سب بردن. آلی از اون چی میگه؟ یک گستخانی از اون مانده که اونام 9.5 بیلیون دلار بسیار پول گذافه هست برای حالت موجودی افغانستان. مگر ما یقین میتون برای شما که آیستا آیستا افغانستان خودکفاف میشه، روزی خود مردم خودشان باید تولید کنه، با دست خود باید ببافه و بپوشه بکاره و بخوره. او بهتر از شریفانه است که جایی که در زیر یوغ دیگرا و قبضه دیگرا روان باشه و افتخار بدار.
فرق میان این خانم و اون خانمی را که برادر ما عنوان کرد که شکریه بارک زای است و با صد خرام و آرایش و لب شیرینای فراوان و چادرکای ابریشمی ساخت لندن می نشینه و در دریچه های تلویزیون و صحبت می کنه و سو از دین اسلام در کجای دین گفته که تور شده این ملت فکر می کنی که می خانم عمل از غم ملت زاره ترق می شه در حالی که شوهر از اینا 300 میلیون دلار افغانستان رو دوزیدن و در یک فامیل زن و شوهر نیمه نیمه حق دارن پول نیمه با زن تعلق میگیره و نیمه با شوهر و همسر اینا در قد دوزهای سرمایه های مردم افغانستان شمرده میشن هیچ نمایندگی از مردم یا او فوزی از او یا نمیدانم سیما سمر یا راوایی او که نمیدانم یک چند تا خانمایی که مردم بر رقص و قرص وامی داشتن یکمه که حقایق افغانستان باید درک شوه مطابق با مو امو حقایق بیان شوه بله سلام علیکم سلام علیکم بله بفرمایید بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آقای صالح صاحب حسین بفرمایید سلام جزاکم الله خیر از برنامه زیبا شما همیشه برنامه جالب دارین الحمدلله الله خاطر روشنگری مردم افغانستان بیداری مردم افغانستان احساس هم و قلیه که دارین دردی که دارین الحمدلله بازم از خواهر ما همچنان تشکری خواست دارم که بسیار یک خواهر دلسوز و با احساس و با دردی که ما از تمام خانمای افغانستان از زنای مؤمن و مسلمان افغانستان و کسایی که اسلام ستیز و لچر هستند کسانی که لج و لج بوزی بکنند باید از خواهر ما یاد بگیرند این الگوی پدیدارا باشد مگه امروز لج و لج بوزی جایی نمیگیره الحمدلله حکومت اسلامی امارت افغانستان انشاءالله و تعالی جا با جا شد روز به روز اموش هویت و شخصیت و اما به اصطلاح و جای خدا به اصطلاح جای اصلی خدا میگیره جای اساسی خدا میگیره در نزد مردم در قلب مردم اینجا گرفته روز برای مردم انشاءالله اطمینانشان اما اعتبارشان اعتمادشان بالای امارت اسلامی افغانستان زیاد شده میره روزه اول یک دار مردم تو تشویش ترس داشتن کم کم آیسته آیسته و ای که تبلیغات زهراگین از طرف دشمنان امارت اسلامی افغانستان بود در خارج داخل الحمدلله امروز آیسته آیسته مردم فهمیدن که امارت اسلامی افغانستان واقعا گومد دلسوز است و این میتونه که آینده افغانستان انشاءالله و تعالی چراغان بسازه به خاطر از اینکه این مردم ها پاک هستند اینها رشوت خور استغفر الله نیستند اینها دروغ نمیگن کذاب نیستند اینها مؤمن و مسلمان هستند حافظه قرآن هستند عالمای دین هستند رهبرای بسیار همون ورزیده و اساس و اکتیف و فعال هستند الحمدلله مردم افغانستان مطمئن باشین که انشاءالله و تعالی امارت اسلامی افغانستان در برقراری سال همینطور که بسیار فعالیت پیشایوانه کرد پیشابقه کرد در آوردن سال در ختم جنگ همینطور انشاءالله و تعالی در فقر و فاقدی و ناتوانی مردم افغانستان امروز سعی و کوشش و تلاش دارند که هر چیز زودتر باید این فقر از افغانستان انشاءالله از بین بره و برچیده شوه و مردم افغانستان شرط اولش است که مردم مؤمن مسلمان افغانستان متحده افغانستان باید با طالبای ترام با امارت اسلامی افغانستان همکار باشند از تمیم قرب از کذب و دروغ و ریا و زبان و سمت و قوم و این و آن مثل ما اینمی که امروز گفت میزنم از تایی در گفت میزنم برای شما ما هیچ نوع تحصیبی هیچ نوع علیتی تداشت رو شم ما در دوزخ برای میشه برم به تاوستای بسترم ما هیچ تحصیبی در مقابل هیچ قوم و هیچ چیزی بخط این نمال مومنین اخوتون ما مومن مسلمان هستیم با هم برادر هستیم امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم و همچنان شما هم تشکری خواست دارم تشکر می دارم که همیشه در یک سنگر بسیار مستحکم سنگر بسیار همونتو و اصطلاح در مقابل دشمنای داخلی و خارجی استاد شدیم و جواب دندان شکن و می وطن فروشا دین فروشا بدینا و فاحشا داره چه سیاسی بوده چه اجتماعی بوده چه فرهنگی بوده الحمدلله امید همیشه استاد هستیم و بازم از الله مطالبه شما تشکر صبر و استقامت و پایداری
بردباری حوصله فراوان و پیشرفت فراوان از الله مطالبه شما خواهان هستم و من الله توفیق بازم از الله مزید به طور اسلام عبی مبارک تانیم از شما را همچنان در غیاب الله مطالب شما را در از زمان خدا شما شکلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. بسیار زیاد تشکر همونطور که شکل مقایسه از اون خانم عزیز ما خواهر ما از سویدن یاد کردیم که اونا عزم سفر به افغانستان و خدمت داره، اونا چی های نبودن که نکردن. همونطور آقای صالح از ولایت پنجشیر، از اهالی پنجشیر هستن، مگر به کدام دلسوزی و مهربانی اینا صحبت میدارن. و اونجا او آقای صالح پولای افغانستان هم چور کرد و صاحب فرار هم کرد و نوکری هم کرد و امرالله خان صالح دو صالح را با هم ببینین که صالح اصلی و کی هست و خداوند در قلوب اینا چقدر افکار نیک در افکارشان و محبت به دیگرها در قلوبشان دارن. گفتن که هیچ یک ذره تعصب ندارن و اونا پر تعصب و یا با داعش اونا الف وفاداری و تعهد گذاشتن و یا آقای صالح نفرت دارن از اونا، از اشغال و دیگه و دیگه، اونا با اشغال. یعنی ببینین که از یک کو دره، از یک خانه، از یک منزلگاه هر یکی باز با افکار مختلف و واقعا بلند میشه و خداوند لطف میکنه بعضی ها را آنچه و اونا را آنچه. دوستان عزیز، میریم سراغ یک چند اعلان، یک وقفه. لطفا لاینایتر نگه دارین تا نوبت شما مراد گردد. برنامه داغ است، گرم است. بالای اوضای جاری افغانستان تعطی نظر از این طریق صورت میگیره، چی از فیسبوک و چی از لاین های باز. شما را ما دعوت میدارم لطفا تلفن بزنین، موضوعات گرم افغانستان داغ حقایق بیان بدارین و ثواب از زور خداوند بر شما نصیب بدار. برمیگردیم انشاءالله. سوپرمارکت بزرگ مدینه در شهر آمبور، بیل اشتغال سر شماره 121، یکی از بزرگترین مراکز خرید مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی، عربی، ایندی و پاکستانی به طور عمده و پرچون در خدمت شماست. در مدینه سوپرمارکت مواد غذایی، برنج های باسمتی، الکریم، امران، روز علف، بهترین شیرینیجات، ترشیجات، عرقیجات، کنسروا، انواع میوه های خشک وطنی، لوازم خانه و آشپزخانه، چای الکریم، لوازم دیکوری و زینتی خانه با قیمت‌های کاملا مناسب در خدمت شماست. همچنان شما می توانید امروزه چپلی کباب تازه از گوشت حلال، نان سنتی افغانی، رود بولونی تازه را از مدینه مارکت به دست آورید. همچنان پارکینگ اختصاصی در خدمت شماست. آدرس مدینه سوپرمارکت، بیل اشتغال سر شماره 121، شهر آمبورگ. استیتیش سان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استیتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداعی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی
استیتش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنزمارک شماره 33. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبیتیک، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند، علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ، از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر. دوسلدورف، شرکت ساعد. افغانستان، شرکت پامیر نوآوران هرات. کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لندن. انگلستان، شرکت پامیر لندن. 41 million people will be on the brink of famine by the end of this month. Severe drought and endless conflicts have destroyed livelihoods, pushing them to starvation. Islamic Relief is on the ground providing direct aid and sustainable solutions, alleviating their suffering one family at a time. Donate today at irusa.org. د امریکا اوسیدونکو گرانو هیوادوالو، د دربار فود شرکت ویار لري چې د خپل وطنوالو کورنی مصرف محفلونو او رستورانتونو ته لونګي، سیله، وریجی د دربار او دربارشا پنومونو له افغاني خوان مسالو سره واردوي. زمون واړه وریجی د اضافه جوشیدلو ورتیا لري چې د خپل ختم او اوګدواله لرلو سره بستاسو دسترخوان خواندور او خایسته کړي. یو وار آزموینه اړینه ده. دربار ستاسو د دسترخوان خواند. قابل توجه، شرکت وارداتی مایار فود، وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و لونگی، برای اولین بار برنج طبیعی یا ارگانیک مایار را با طعم لذیذ و بهترین کیفیت به شکل عمده و پرچون با قیمت مناسب در مغازه های افغانی و ایرانی به اختیار شما هموطنان گرامی قرار می دهد. رشد طبیعی و پروسس بدون کشنده حشرات یا کودهای کیمیایی. برنج طبیعی مایار توسط USDA دارای سرتیفیکیت ارگانیک است، بدون گلوتن، کلسترول، کمچرب و فاقد از سودیوم. کیفیت عالی برای شما و خانواده های شما. برنج خوشتم و طبیعی مایار. سالم و صحتمند باشید. برای معلومات مزید لطفاً با شماره تلفن 510-551-3934 تماس حاصل فرمایید.
دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کیو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده. دوستان عزیز عرض سلام و احترام از دری دو نیم ماه اخیر تحولاتی که رخ داده دوستان عزیز مایه خرسندی است. آنهایی که در آسیا قرار داشتن و حراسی که افغانستان یک محل نامسئول هست، نه تنها از لحاظ جانی از لحاظ خود حکومت داری مسئول نبود برای اشخاص و افراد پاک نفس که افغانستان داخل افغانستان و از طریق حکومت و حکومت داری یا در ارگان های متعدد کار کنن و خدمتی را انجام بتن، ولی امو زمینه مساعد شده از دور و نزدیک، از استرالیا، از نمیدانم از کانادا و دیگه اکناف جهان. تنها برای خود ما تلفون هایی که سرازیر میگردد که گویا اونا فکر میکنه که خب ما تبصیرهایی که دارم مثبت است در رابطه با اوضای افغانستان، ما شاید یک وسیله ارتباط با طالب با اونا بگردم و بعضی شمارهایی رو که دارم برای در اختیار از اونا قرار میتونم، او را یک خدمت برای خود ما فکر میکنم که یک نفر با دل فراخ میخواه بره با افغانستان و یا میخواه کمک را انجام بده یا یک خدمتی را، و ما در او راستا با اونا یک مومد واقع شوم، او را به حیث یک ثواب فکر میکنم و میخواه مور انجام بتم، چون وطن ماست، کشور ماست. یعنی شما باور کنین آنچه بلایواز صورت بگیره و چشم داشته با دارایی های ملک غریب و بیچاره ما که از گرسنگی فریاد بلند است انجام بتن، خداوند به امرای شما بسیار کمک ها و واقعا گشود در زندگی شما وارد خواهد شد. ایره خود قرآن وعده سپرده است، خداوند لایزال تعهد نموده که آنهایی که در راه خیر خرج میکنن وقت خدا، پول خدا، تجارب خدا، صرف مسئله پولی مطرح نیست، بعضی ها بسیار تجارب نیک دارن، نظریات بسیار نیکی دارن. اینا میگن در امی امریکا که ملک افکار هست، ملک تنگ تنگ. اینا میگن که وقتی یک مفکوری بسیار معلد معرفی شوه، او معصرتر است نسبت به که یک چارقیران سرمایه گذاری گردد. ما همی سیمینارهای منیجمنت ما دیگان بار اشتراک کردیم، بسیار مطالعه کردیم. جالب است بعضی مؤسسات تولیدی یا کمپانی ها یا کورپوریشن های بسیار بزرگ امریکا که فرضاً 60,000 یا تا 100,000 مستخدم دارن و عمله و فعاله دارن، دیپارتمنت های مختلف، باز برای فرضاً 10,000 آدم جمع میکنن در یک محل، باز موتیویترا دارن که اونا را چطور یعنی تعلیم بتن که در امور خود موفق باشن، در حقیقت مو از لحاظ روانی اونا را تشویق بداره. باز اونا را در یک نفر بود به نام براین تریسی به حد یادم مؤثر بود که در یک سیمینار خود 20,000 دلار برای دو روز یا سه روز سیمینار و کمپانی های بزرگ چارج میکرد، ازشان پول میگرفت یا بیشتر تا 50,000 دلار برای از او آدم چک میدادن. وقتی او آدم صحبت میکرد برای همی 30,000 یا 40,000 امپلایی یا مستخدم، معلیدیت کاری از اونا بالا میرفت. یعنی همون طرق کار برای از اونا تشریح میکرد در همون سیمینارها، موتیویتر، مشوق کار میشد و آدم، و اونا با بسیار دل بالا همون پول تادیه میداشتن. اگر یک 50,000 دلار برای او آدم صرف میکرد که او آدم مردم موتیویتر میساخت و به کار تشویق میداشت، باز معلیدیتی از اونا چندین میلیون بالا میرفت در همون کمپنی، برای که تشویق می شدن که وقت به کار خود بیاین و فرض کنیم تایم منیجمنت که وقت ضایع نسازین، نمیدانم از صحبت بیجا در محل کار و که دیگه دیگه، یا وقت صورت می گیره مالیدیت بالا می رفت. اما کمپنی تولیدات بالا می شد و کیفیت کاری، کیفیت مواد تولیدی، هر کدام از اینا، یعنی از لحاظ
سفارش و تعلیم برای مردم یعنی مالیت بالا میره. یعنی من میگم یک نفر جایی که تجارب بسیار زیاد دارن برای خود مصروف شود در یک مؤسسه تولیدی دیگر تشویق کنه. اینجا در امریکا یک بار آقای بابوری در نیویورک هستن، طبیب هستن، اونا از طریق تلویزیون پیام افغان اونا رو ما معرفی کردم، برای ما لطف کردن تلفن زدن. اونا دیگه دکترها رو با خود یک گروپ دکترها رو تشویق میکردن هر سال به افغانستان. در امی انگام اشغال فرض کنین 10-15 سال قبل عرض میدارم میرفتن در افغانستان، دیگه دکترها رو یعنی تعلیم میدادن. یعنی در افغانستان خود دستگاه تعلیمی فلج بود و نمیدانم خانه جنگی ها دیگه دیگه. اینا هم دکترایی که در افغانستان بودن در بیمارستان ها مشغول بودن، حتی وسایلی را که اونا به کار میانداختن نمیدانستن که چطور به کار بیاندازن، اونا را تعلیم میدادن، یاد میدادن. یعنی یک مومد میشدن، او موثرتر بود نسبت به اینکه یک نفر در یک دیپارتمنت در یک محل کار انجام بده. برای از اینکه تجارب و انباشته های یا مخت تعلیماتی را که یا دانشی را که یک نفر داره دیگر سیقل بسازه و بیاموزانه، او موثرتر می باشه. امروز در افغانستان ما مالیدیت باید بالا ببریم و خود هم اگر شامل یک مؤسسه در یک کار میشیم صادقانه بلایواز، انشاءالله افغانستان آهسته آهسته جمع جور میشه، از صفر شروع میشه. ولی فعلا یعنی 40 سال اخیر همش سالهای جنگ و خونریزی ها و بدبختی ها بود. در بخش روانشناسی ما از روانشناسایی که در امریکا تعلیم کردن، خصوصا آقای رحمانی صاحب در شمال کالیفرنیا هستن، دوست ما هم هستن، اونا هم علاقمند هستن که برن. ما روانن بسیار آزرده هستیم، بسیار جگرخون هستیم. یک نفر میره که ما با داعش چی میشم و میپیوندم و صاحب و نمیمانم و طالب و دشمن ما، اگر دشمن طالب از ما هم دشمنش هستم چطور. همی از این چون روان ما بسیار سخت آزرده هست، همی روحیات یا روان جنگی داریم. در طول 30-40 سال افغانستان در یک جنگ و تخاصم قرار داشت و چی میگه بیرون پرست شدیم. یعنی یک کشور بیرونی ما را باید تربیه کنه، حمایه بداره، باید بسیار آرام میباشیم. در درون به اتکای خود و مراجعه به آرای مردم هیچ صورت نگرفته به شکل واقعیش. یعنی بسیار یعنی یک کشور به هر بخش ضرورت داره. تو که یک بدن بیمار میشه و بسیار مریض میشه و بالاخره دوباره در یک حالت نقاهت قرار داره و ویتامین و پروتین و به همه منرال ضرورت داری بدن که دوباره خود جمع جور کنه. افغانستان همه همونطور است. در این موقع ما باید محمد آقای انجینیر صاحب راز محمد دورانی صاحب که یکی از دوستای ما هم هستن، دوست افغانستان هستن، خصوصا مردم افغانستان، اونا را و فامیلشان تکلیف کرونا عید حالشان گردیده بود، امروز تلفن زدن. ما وعده سپردم که در نمازهای خود هم برشان دعای صحت و عافیت اونا را میدارم. از شما هم خواهش میدارم، شخصی بسیار نیکی هستن، بسیار فامیل شریف و نجیب وطن دوست هستن و اونا را سالهای بایس دوست میشناسم. دست بلند میداریم که خداوند مریضی ها و بیماری هایشان بکاهه و خداوند شفا نصیبشان بداره و خصوصا که در دو هفته بیمار بودن آهسته آهسته و حالت عادی برگردن صحتشان، خداوند اونا را شفا نصیب بدار و بیماری هایشان از بین ببر یا الهی و صحت و عافیت نصیبشان بدار و بقیه کسایی که تکلیف و بیماری دارن خداوند صحت نصیبشان بداره. و افغانستانی عزیزه که در مجموع در بیماری پیهم چندین ساله قرار داره. بله سلام علیکم. بله سلام جناب محترم آقای خیر. و علیکم سلام، خوب هستین؟ سب خیر و خیر بکنین، شما صحت سلامت باشید. خیر و خیر شنیدیم بفهم. درست قضایا را اگر از بیرون به بررسی بگیریم، همین سیاست پالیسی امریکا در افغانستان نیکه در دهم جهان
هویداست که بر منافع خودش میچرخد. تر هیره که اینا در قسمت افغانستان برسیدن به آسیای میانه دارن، او عبارت از سیاست جنگ صلح و ناامنی است که در این سیاست جنگ صلح از زمان کرزی بله تا حال این ادامه داره و به این سلسله حکومت ها بالای ما تحمیل شد، خود کرزی تحمیل شد، غنی تحمیل شد، طالب تحمیل شد، اینال بقیه جای از اینا را دادن، غنی را بر طالب در پهلو پنتاگون خودش اعلان میکنه که داعش دو یا چهار ماه بعد بالای امریکا حمله میکنه. پس معلوم میشه زمین سازی ها را به خاطر باز ناامنی در افغانستان جستجو دارن و تدارک دارن و راه ها از قبل آماده شده تا بعد از این اینا را به عمل پیاده بکنن خود امریکایی ها در درون. موضوع دیگه که حکومت همشمول در افغانستان مطرح میسازن، افغانستان ساختارش اصلا به یک حکومت مردمی یا به یک ملت ساخته نشده. برای از این که قانون اساسی افغانستان ماده 22 میگفت که تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون حقوق مساوی دارند و هیچ گونه تبعیض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است. بنابراین ما را ملت نساختن، ما را به قوم ساختن. فراگیر در اگر در معنای اصلیش اونمو است که به انتخابات مردم میره، اما افغانستان شکل قومی شده، هر وزارتخانه باید به یک قوم به یک چیز تعلق بگیره که سلسله سلسله ملت بودن از پیش ملت افغانستان تا امروز گرفته و این ادامه داره تا زمانی که امریکا در منافع خود به آسیای میانه میرسه. قسمت دوم موضوع دیگری که پاکستان در افغانستان چی چیزها را خواستار است. پاکستان اول خود در افغانستان ای که نقض قوانین بین المللی را کرد و نقض حقوق بین دول را کرد. افغانستان یک کشوری است تا امروز روز کس به رسمیت اینا را نشناخته و وزیر خارجه پاکستان بدون در نظر داشت حقوق بین دول فقط به شکلی از این که مثل به یکی از ایالات پاکستان سفر بکنن به افغانستان سفر میکنن، وزرای خارجه میایند و همراه تعداد امنیتی هایشان میه، حتی اعلان میکنه که ما 400 نفر از افراد مسلکی را کاردان بر اینجا آوردیم. خرایا طالب خودش کاردان نباشه، حکومت داری را خیلی چطور اینا در آینده پیش ببرند؟ پس معلوم میشه که اینا فقط خواستارهای خودشان از منافع خودشان است. مثلا شما پیشتر یادآوری کردین که افغانستان میشه در آینده خودکفا شود. باور کنی آقای خطاب، اگر ما سمنت فابریکه خود اگر شما او را فعال بسازین، رقابت های اقتصادی از پاکستان مانع میشه. چرا سمنت از او خود دیگه جای بازار نداره؟ همین قسم اگر مرغ و یا گوشت ضرورت داشته باشی ایران مانع میشه. اگر میتون فابریک چیز میاری، روغن میاری، هم ایران مانع میشه هم پاکستان مانع میشه. برای اینکه ملت افغانستان گپ به اول ماست که ملت نداریم، منافع ملی ما گم شده، ما را فقط در سردرگمی بین هم انداختن. از هر دو طرف افغان کشته شده میره، همه روزه اینطور نیست. ما بگیم افغانستان آرام است، آرامی آمده و این آرامی را اگر ما میگیم هم اگه چیزی از خود به حساب قناعت میتیم که به اون چیز در برون ملت افغانستان نیست، یک ملت مردمش میسازه. امروز امریکا در یکی از مواد مذاکراتش میگه خروج تعداد افراد افغانستانی که میخواین از افغانستان خارج شوند باید طالبان مانعشان نشه. پس معلوم میشه که ما را از افراد دانشمند و خبیر و تعلیم یافته را که از افغانستان ببرن، ما نمیتونیم 40 سال یک قاضی را پس دوباره استوار کنیم، 15 سال یک سارنوال نیازمند از جور شود، یک کارمند اداره. معلوم است که افغانستان بسیار به قهقرا میبرن تا زمانی که خود دوباره امریکا پس میایید. شما شاهد باشین به نام داعش گویا من داعش ها را سرکوب میکنم، آل داعشی ها را کمک میکنن از طریق ترکیه و قطر. کشور ترکیه هم خودم مسلمان گرفته. همی آقای اردوان بعد از این که اینا در تحریمی که روسیه را گرفته بودن، ای از روسیه خلاف خواست امریکا خریداری یک راکت های چیز خرید راکت هوایی را خریداری کرد. این خودش تحت تحریم بود. حال فقط جبیری خودم میکنه اون چیزی که به نام داعش از سوریه و از اینجا که قبلا هم کرده بود در افغانستان، فقط نماینده داعش آقای اردوان در افغانستان است. تشکر از توجه. بله خب شکل اول خود مردم بیرون میکنه، کی را بیرون میسازه؟ امریکا ایجنت های خود بیرون میسازه، ایجنت بی از افغانستان کار نداره. یک چیزی که ما برتان بگویم، از قاضی رشوت خور رزیل وطن فروش
که حق ناحق فکر کنه و با پول بازی کنه، اما توی قاضی هیچ ضرورت نیست. ولی فعلا یک قاضی صادق که اما تو خدا دوست که مطابق کتاب الله امر و نهی کنه، او بهتر است نسبت به مجموعه قاضی هایی که برای دوزی رفته بودن. شما داستان های رمزمی قاضی ها شنیدم. اینجا خانم صافی صاحب به افغانستان رفته بودم، بسیار جالب بود. میگم من رفتم با او که واسطام کده بودم پیش قاضی، میگم اونجا رفتم و نشستم جلوی از او، گفت که درست است و آشنا و دوست ماست و بسیار خوش شدم دیدتم، مگر از دیگاه من برزن 5000 میگیرم، خودت 3000 بدی. ولی پیسه را کشیدیم برش، گفتم 3000 خو ندارم، خودم 1000 میتونم. او را گفت خب با دیگهش پسان بیار. ولی پول دادم و گفت که خو کلش لوتای کهنه است، برای من نو نو بیار. یعنی به این اندازه رشوه و رشوه ستانی دارم. همون قاضی ها را خدا گم کنه از افغانستان، یا این وزیرای دوز و غارتگر دیگه در افغانستان باید جایی که کار داده شد و محاکمه شوند. این اردوی رزیلی که وطن فروشی میکدن و صاحب کارتوس خدا جایی که در شکم اشغالگر خالی کنند و وطندار خود، امور رزیلا هم خب برند نزد داعش میرن، هر جای میرن. مردم های اصیل افغانستانی وطن هم نگه که داشته و هم انشالله در نگه داشته، از اونا خواهد کوشید. اما تو خاط بود مایوس نشو برادر، پاکستان نقص میکنه و بین المللی رو دلشان، ما کوشش کنیم برادر که ملت چی میخواه، ما چی کنیم، متکی باشیم با خود. که الان پاکستانی تو میکنه و امریکا برمیگرده و با داعش هم میاره و داستان چی میگه دیو پری دیگه. امریکا سه مغلوب شده دیگه، نام افغانستان که برای از او آدم بگیری. حتی همین جو بایدن چند رسانه رفت و ازش پرسید که در رابطه با برادر همی افغانستان چی میکنه، هر باری همی افغانستان برون چیزای خوش و خندان و اینا را سرش فکر کنین و صاحب اینا نمیدانم در امریکا استخدام بالا رفته و بعد از کرونا نمیدانم این شده او شده، همین چیزای غم‌انگیز برای من به یاد من نبیاورین. روسیه همطور دیگه، هیچ کس دیگه طالب کارایی کرده براتون که دیگه در تاریخ بشر کسی را یاران نخواد بود که نه افغانستان و نه به سرنوشت مسلمان دیگه بازی کنم. تو دیو کلان براتون خواند و سب دواند و چیغ و فریادشان، حالی از یک طریق دیگر رزالت میکنم و سب پولای افغانستان منجمد ساخته. انشالله افغانستان خود کفاف خواهد شد. یعنی مردم های اصیل افغانستان از چان و از چلاساف میبره و رزیلا بیرون میشه. ما بسیار خرسند استم که امی زن یا مرد منافق رزیل وطن فروش از افغانستان گم شود، چهره های رزیلانی از اونا را بانین که در افغانستان یک پاکاری به امی کابل آلی بسیار پاک شده. دیوارا رو شما میبینید با کلمات لا اله الا الله و محمد رسول الله و صاحب یک کتلست اتحاد و اتفاق و آیتای شریف نوشته است با ترجمه از او. و مردم از او تو یک محل که رد میشه تشویق میشه. قبل از او صاحب که علب فلانی میرقصه که فلانی رکلام کوکاکولا و که دیگه صاحب زمین و زمان افغانستان به خیانت دوستوار بود. بیاین یک پاکاری کنین. اما تو که شما در یک کتلا میخواین در افکار مردم پاکاری رو بیارین، در حکومت هم اگر حکومت پاک نداشتین، این حکومت مایی چی است؟ ما برید بگویم غنی و طالب تا جاگوزین ساخته، چرا می توی گپا میزنی؟ قربانت شو. غنی خو مزدور امریکا بود، آورد و کرزه در ارگ نشاندن و توسط جان کیری و نمیدانم و پامپیو و مامپیو اینا سرنوشتشان تعیین گردید. طالب خو با زور خون خود و خون جگر خود و با انتحار و انفجار خود آمده و استشهاد خود افغانستان برای کمایی کرده. چرا ای تو مقایسه بی جای همه تو طول و ترازو رو بخی بدنام ساخته؟ اینه کما که عادلانه فکر کنه. غنی رو بی وی طالب بیچاره که همه امروز گزمه میکنه و خانه به خانه کس کس اغراض نگیره، همه تو کارا رو نکنه. آماده دایش آماده میسازه، دایش تکه تکه میکنه در افغانستان دیگه. ولی اگر دایش دیگه در افغانستان ببینی اینجا اونجا یکان انفجار خواهد کرد، باعث یک مزاحمت گفته طالب. به هر حال نمیم اختری سب چه موضوعات مطرح میسازی، هر کدامی از اون سب 20 دقیقه نیم ساعت گنجایش داره که ما تبصره کنم یا شما میبودین با هم تحلیل و تفسیر. به هر حال
بله سر از افغانستان میفرمایید؟ بله افغانستان آقای و علیکم سلام و آقای گیگو لکم جی دی افغانستان آقای گیگی او خر دیر الله خبری او که ورورا او د افغانستان غیم تاسو خی خپل خی او مهربان کی تاسو هم کاران تاسو د ټول تول سلام نو وړاندې کوم پس سلام نه او دا خبر کوم چې خلک باید پوسی چې په افغانستان کې اوس فعلا کوم جګړه چې روان ده دا اوس چې فعلا مثال داعش څوک چې پورته کوي چې داعش دا کوي یا کوي دوباره خلک باید خطا نه وزي په دې خاطر په دې خاطر چې روس کال نه بل کال زه خپله په جبهو کې ډېر تاوېدم د مجاهدینو په ساحو کې تلم راتلم ګرځېدم ورباندې نو کله چې یو څه کسان اسیر شول په فاریاب کې داعشان وو نو دوی په کار دومره وخت پاتې چې شپږ ساعته نور که د دوستم کسان نه راتلل هغه داعشان نه ټول به له منځه تلم خو ډېر مردار شو هلته بیخي زیات نو هلته تقریبا شپږ ساعت بعد د دوستم خاص هلیکوپټر راغی دا خلک پورته که په تیاره کې په هلیکوپټر کې مستقیم راغسته کابل ته او په هغه ساحه کې چې وو نو داعش قوت پیدا نکړ په اوله کې امارات صحیح ده په اوله کې امارات مثال تنها پښتانه وو بیا پس دغه نه خلک چې دنه پوه شو چې دا یو مقدس جهاد ده واقعیت جهاد ده حتی معنی که نه من داسې وخت سوی چې زه تللی یم یوه شپه هم په دیارلس ځایو کې تېر کړي په دیارلس ځایو کې چې پاس نه او خدای د امریکایانو تیارې داسې ړوندولې پاس نه تیارې راتلې مونږ لاندې تېرېدو د ونې لاندې مونږ نه کته دې سترګې داسې راندې که نه دی هر څه درلود جیپیس یې درلوده کمرې درلوده ښه پیشرفته دوربینان درلوده نو دغه خلک چې خلک پوه شو اخر په فاریاب کې د ازبک قوم ترکمن قوم هزاره قوم د ټول ټوپک راپورته کړو پوه شو چې هلته مثال جهاد حق ده امارات حق دی د همغه شهدا وینم چې استاد محترم چې نن سبا د استقلالیت خلک خپل لاسته راوړو اوس د خلک وایي دا خبر به ډېر کوي چې مثال د طالبا د پاکستان مزدوران دي یا فلانی دي فلان یو عقیده ما مهم ده او هغه مزدور انسان چې مثال یو چوبه وړي مجبور یې ته لاس یو خوا ته اچوي یو ونې ته لاس اچوي یو شی ته لاس چې ځان د اوبه نه وباسي صحیح ده طالبان پاکستان کې وو مشران پاکستان کې وو اما هغه خواري هغه زحمتونه هغه تکلیفونه چې مجاهدین شلو کالو کې چې تیر کړو دا درته وایم چې په هیڅ دنیا کې چا به داسې تکلیفونه نه تیر کړي دا اوس فعلا منې که نه منې چې ولایت ته لاړ شي هر ته لاړ شي دولس نیم بجې ډوډۍ تاته نه پیدا کېږي یو ورځ ګلپي ده یو ورځ وروره مثال شوله ده یا بعضي وخت د شپې بعضې وخت د شپې چا ته ډوډۍ نه رسېږي منې که نه منې دا اوس خو دا خدای مه خوري اوس فعلا دپاره او دلته چې غنیم لاړه د دې ځان وتښتېد پیسې هم ځان سره وړې ځان سره قیق اوس خلک دغه چیغې چې هله ماشای ما چې شد خو تاسو په هغه وخت کې چې څومره مجاهدین چې چیغې درته ویل د طالبان درته ویل چې یو وروره چې تاسو دغه دولت سره مه ودرېږئ دا دولت وفادار نه ده ګوره دغه خاینان دي اوس یې دې شیان افشا کوي ټول ته معلومي دي خو اوس یو خبره کوم تاسو موضوع په هکله باندې خلک باید خطا نه وځي چې داعش ده د داعش ده امارات یو شی به زه ورته وایم چې څوک ډېر جدي نیسي چې امارات ناحقه د داعش حق دي دې راسي د ما سره لاج د کوم ځای کې زموږ ملګري شهیدان شوي دي د هغه د جرګه نه یو مړی مجاهد شهید دی وباسي آواز دې قطع شو خو هغه خبرې دې وکړې نور بیا شوي و داسې ده ورورم څنګه یې بلې سلام علیکم السلام علیکم خطاب زبطنگی که سلام 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 کورو که خیلیت دسته سی جوری روگه دا شکر سی جوری دا دایش لکه کورونا گونجه ده یو شایدم دا کورونا هیچوک پخپل ملک که پخپل کور که پخپل دوستی که نگواری که هر چوک دایش تره یو جایی که دا مانا سی یا چیر تری لاش ویدی زو کورونا لرم باورو که دا باید دا با آقا نفر با بدبخترین سره یه چه واقع با دایش تا روجه کیگی او بیا بوایی زی دایش ما بیا دایش سپورت ما اینو دا زیخه نیه طول دنیا دی آقا پا زده او آقا تا کنه وایی او بل راغلو دا خلق سی تختی آج دا سی تختی دا ماغا خلق دیله که سی وردو و ماغا سی منحل سو چه ندی دوی امریکایی وایی دا بست ترینڈ سولجر خلق ورتویلی
دا خلک نن تختی دا ساينت ساينټیست وای یا مامور وای یا یو تعلیم تحصیل کرده وای دا ما مغه چې وای بیسټ ټرین خلک دی چې افغانستان کې ټرین شوی او په ټرین په فسادو کې ترین شوی دا کله چې وتی دا دی افغانستان جامعه صافی کدی حالت یې دی افغانستان خلک به نور مردوی سره فضا بي ځکه چې دوی خپل عادتونه نه وځي هغه متل مونږ او تاسو اورېدلی و چې وایي علاج چې عادت نه دوی نو عادت کړی په د خیانتو باندې دوی چې ووځي دا ښه ده او دلته چې راشي تا خبرې مونږ او تاسو خبره مونږ او تاسو زحمتونه چې وګوري بیا دوی ته به معلوم شي چې امریکا سره کوم ملک ده او دریم راغلو چې په افغانستان کې تعلیم پیل دی وروسته باید چې یو تعلیم جوړ کړي چې هم تعلیم هم تجربه ورسره وي داسې نه یې چې وزه یونیورسټیانې دوی جوړ کړي هر چا یو کور کرایه کړی په هغه کې دوه کلاسه صنفونه جوړ کړي هغه نه ډاکټر او انجینر جوړوي هغه سړی انجینر کېږي هم نه پوهېږي چې سیمنټ سره هم مکس کړي هغه نفر ډاکټر کېږي هم نه پوهېږي چې سورین سره څه شته وایي دوی باید چې تعلیم او تجربه په څنګ کې هر شاګرد لکه چې دلته اکسټرنلشپ انټرنلشپ ریډي په هر سمستر کې باید هر سمستر کې بالا یو میاشت تعلیم نه درې میاشتې یا څلور میاشتې تعلیم نه یو میاشت دوی تجربه کړي که په هر رشته کې دوی ته باید چې ولېږي که په انجینري کې انجینري سایټو ته یې ولېږي که په فارمسي کې فارمسیانو ته یې ولېږي که په میډیکل کې میډیکل فسیلیټیانو ته یې ولېږي چې خلکو سره په آن وایي وه هینډ آن ایکسپیرینس پیدا کړي هغه هینډ آن ایکسپیرینس چې پیدا کړي هغه بیا هیڅ وخت هېرېږي نه هغه ورځ په ورځ تجربه پیدا کوي هغه بهترین ډاکټر هر شی چې جوړېږي له دې نه چې یو نفر لاړ شي او هغه بیا یو خارجی برازي ورته وایي چې څنګه سرجري وکړي هغه به میډیکل سکول نه به خلاص شي او دی به نه پوهېږي څنګه په اسمانو کې څنګه وکړي او یو دغه بل مونږ او تاسو دی افغانستان خلک باید دغه یو شی زده کړو چې وایي مسي عینا کې چینا دی وګورئ ولې زنه باسو مسي ستل څه سختي لري مونږ او تاسو کوم څه لري زه یې مزه دغه وزه پیغم چې مستر رقم له د وسپنې له دبرونو جدا کوم کله په غټ وای وای اندازه نسم کولای لاس بل دوزر نسم ورته چې کولای هایر کولای نسم یو بل دوزر چې ولرم یو ټرک چې ولرم خاورې چې کوم کرا کرا د ورځې یو ټن بوسم نه دی ورځې 50 ټن نه بوسم دا باید موږ خپل ده موږ ساينټستان به موږ په ساينس کې لاب کې لابو کې چې کار کوي دا خلک د تجربو ته ولې دا وګورئ چې دا مست څنګه وایي راځي چې دا اوس په څنګه وایي راځي چې دا ټول څنګه تصفیه کیږي راځي چې دا وای سپین دا څنګه تصفیه کیږي نن ورځ کې هیڅ باندې نه پیږي ګوګل کې په ګوګل باندې پیږي په ګوګل کې څه وایي چې راخه مې وکړه هغه کیمیاوي مواد چې موږ نه لرو صحیح ده هغه باید کیمیاوي مواد محلات باندې لرو هغه په څه کو وارد وکړو خپل لاس په کار سوسیو کې مو درسته درسته دا کوم کوټه چې باید په مونږ کې ډېر خوږه کېږي السلام علیکم ډېر خوږه کېږي واقعیتونه خو یو خبره دا د ورور چې د افغانستان کې جنگ او جګړې او چې مصیبتونه دا اول یو کې قوي حکومت کار ده چې باز خاص توسي صلح راسي او سلام راسي او امنیت راسي د فضا تشکیل شي د شرایط آماده شي اگر چې آماده شو بیا ورو ورو د اکتشافي پروژې طویل المدت او کوتاه مدت او قصیر المدت چې ورته وایي په اقتصاد کې دغه اغېزي دا عادي خدمات خلکو ته ورسیږي دا د بیماري څوک چې مریض شي اوس اکثره خلک ځي هندوستان او پاکستان او دې ته څوک چې روپۍ لري چا ماته ویلي وایي ورور افغانستان کې هېڅ تداوي نه وه نه ډاکټرو نه بلو دومره پیسې مې وایي راغلي و دې موږ په څوک مریض شو بیا به تل ملاته چې تعویز ورکه ډاکټر فایده نه کوي و کوم شل تعویز به د غاړه کې زوړندو چې د طفل خدای جوړ کی هغه به بیا مړ شو یعنی دغه خپل بخش د تیب تبابات ډوډۍ چې فارم چې بل بل دا دي نور دغه مدنیت دي تا خبره چې خپل یې کوو کو خو دا ډېر ښه ده چې استخراج شي که بیا نه یې زویم نه تنها چې د روی استخراج ده بیا خرڅولیم دی اوس دا مثل عینک دومره موږ څه کوو لوی غر ده هغه هېڅ خلاصېږي نه باید خرڅ یې کړو چې روپۍ شي موږ پیسو ته ضرورت لرو دا خپله خام مواد صادرات باید ولري په افغانستان کې خو قرقل و دا قالینې وي اوس هغه قالینې د افغانستان څوک نه اخلي چینایان ډېرې ښې قالینې جوړوي او دا قرقل دغه خپله انیمل رایټس په دنیا کې دا چا چې قرقلي بلاپوش اخیستی یا خلک
ورته چیرایی دیر سی امریکا تا اول راغلم دا اغیر واجو دا دی گیدلی پوستی کی بود دا کزو با غستلو دا دا بیا ورور یاوری مزایری سوی وقت چاد سی دا زولندولو دا ویترینو که اغا دکانون پتیگو ویستو بخی دا اغا اندسکری لمنزلار نو نو پاتی شد اغا انگور رو دا دی مگر که مگر دا نور لیتیم فرزن را پیدا کو یا مثل ایناک بل بل خرچی کو چه عاید راسی اثار راسی مگر ایتا خبر درست داد اوم دا غاقه که ده ستاش دوره باید دولاری تجارب بایدی پا امریکا کم یک نفر که میخواه یک جای کار سراغ میداره امو اپلیکیشن پر میکنه و فرمه را ده اونجا بخش امده از او که با کی کار کدی تجارب کاری چی هست درست از خودت از مکتب بیرون شدی و یک فاکولته و درس و تعلیم مگر آیا تجارب دمی رشته دارین یا نداره برای یک کار عادی بسیار تجارب اینا باز برای همون مستخدم قبلی تلفن میزنه یا کارفرما برای کارفرما تلفن میزنه که می شخص با شما کار میکرد چطور بود و چرا بیرون شده این تجارب کاری از اون بیشتر از جهیت میتنه میره درست فرمودن آقای جلالی هست بله سلام علیکم کوردوان سلام علیکم. سنگه جور پا خیر خیر. امارات او پیام افغان کفایت کی دغه پیام افغان کفایت کی کرد د برنامه چې نور باندې هم سي بس دغه خبر رسیږي خلک په دغه قانی دي او دغه تورس شباقي او پیام امارات نو تاج باندې لري دا دې ته زولا احساس د کوم طریقو ما دا ما یو شباق کړی ما په دې نه تا وایره چې دا خلک چې راغلي بیرته بلار شي نو څنګه بار مې وایله هغه خبره بیرته اخمه هغه دوستانو چې نه وخت وکړلې کوردوان نه ورته وایم بلخصوص د لندن څخه یې ډېر ښه تفصیل باندې وکړي بیا هم کور ودانۍ ورته وایي دا به دا اشتباه نه کړو دوی د راسې بېرته د هغې وطنې دی بل د هغې عزت او ابرو چې دوی په افغانستان کښې ولري دا په خارج کښې په هېڅ وخت په لاس نه شي وتلی او دا او بل دا د احمدشاه زوی خطاب صاحب دا نوې نه ده دی او د ایران پاچا او بل د اردوګان یو نفر هم د درې خو د شان تیار امریکا ساتلی دي د پاکستان کښې خو په لین کښې ورته ناست دي چې واقعا پېښه شي د سې هغه راس دی لکه دا د اردوګان هغې چې کودتا ورته وکړه دوی تیار ورته ناست وو د احمدشاه زه دې هم په دې افتخار نه کوي نه مغروره کېږي چې ما ته یې نو څومرې غټه بړکه په سر کښې ښښولله هغې مزدور هلته استخدام کوي مزدور په صفت هغه یو څه عزت او ابرو کښې وه په پنجشیر کښې وه هغه لا هم ځینې ولاړه خلک په دې نه خطا وځو راو دې دا خطاب صاحب دروه خبره ستاسو تفصیل غواړم چې تاسې که نه دی کښې دا خبرې مروج عامه چې ملت ته ده ته څه وکړله دا سوال وکړه ګوره دا پنځه شل کاله دغه جنایتکارانه دا پنځو سل نفره چې وه د کانکریټ شا ته یې ژوند وکړي پنځو زره عسکر د دوی په خدمت کښې معاش په ډالرو کښې اخېستی د دوی څه څه شي په لاس راغلی غني عبدالله کرزی دې نو څه شي وکړه د دوی څه خدمت وکړي نو بېرته دې د دوی جایدادونه چې هلته څنګه دغه دې ستا کورونه دا وهغه دا دې واخلي د دغسې دې دا پیسې چې په هر څه نفر وایي څوک یې مصرف سوی دي به را خو دا شل کاله پنځو زره عسکر د دوی په خدمت کښې کانکریټي دیوالونه دا دې بېرته ځینې وضع کښې پر هر چا چې هر څوک یې مصرف راغلی دي په هغه ماسمان انشاءالله دا باید ورکړي او بل دا اختري په دې هم نارامه وو د جمعیت النزا نارامه دی دی چې وګر د دنیا نارامه ده هغه دې دا فکر ته بره د ځان وباسي نو نو کوم دا شی نور هغه وایي چې زنده باد نو پیان دا ډېره مننه دغه په زوږ سره اورو قربان شم قیسه یک فکایی واری بود بسیار جالب بود یک دوست ما یک وقتی چی میگم مردم افغانستان مردباد و زندباد ما بسیار چی بوده معروف بودیم یک روز مردباد و یک روز زندباد امون کلپ عزیز جان استانگزایی که برای اشرف غنیم زندباد و دندانای مردم هم مشکنانم اگر دیگه بشنوم که کسی برای اشرف غنی توهین کنه و طالبا پاکستانی و پنجابی و بد و رد میگفت بالاخره حکومت امارت که آمد ریش هم ماند و باز زنده باد حیبت الله آخوند و که حفظ الله و چیزا رو بیان داشت و امو یک رسانه گیر کده بود و آدم ها امو تو آدم ها بسیار به عقل آمستن جایی که خود خب بزنن و دیگه به مطبعات بیرون نشون باز میان و مرغ نابلد در چند دام بند میمانه و سب شتنک میزنه و امو داستان مرا یاد محمد یک وقتی میگه در دوران سابق میگه محمودی و غبار دمونجا مو انقلاب و افکاری که حق کار و کارگر باید دفاع شده و حق مردم خورده شده و دوران ظاهر شاه بود فکر میکنم
میگه دمی سرای خوجا میگه محمودی میگه آمده بود اونجا برای مردم میگه دیقانا و کارگرا و اینا رو جمع کرده بود برای ازیا میگه خطابه داده بود که این حکومت خاین است و حق شما خورده میشه و صاحب این کار فرما و این خان و خوانین و زمیندارا حق شما رو میخوره و شما رو استعمال میکنه و دیگه میکنه و صاحب یک دفعه میگه مغزه ازیا رو پر کرد گفت ما چی کنیم؟ گفت شما بیرق بگیرین و صاحب چیغ بزنین برین به طرف ولسوالی همی ولسوال از یخانش قایم بگیرین و از اینجا شروع کنین باز استاستا زیاد میشه و دیگه میگه یک دفعه این مردم صاحب مست شدن باغوانا و دیقانا و اینا صاحب کارگرا میگه نشته کده بودن صاحب باید که زنده باد محمودی بازی چون مردم ها به سواد دیقان و مردم های عادی شهر و دیار بودن قریجات میگه یک دفعه چیغ زدن و سه محمودی رو هم نمیدانستن و چیغ میزنن که زنده باد محمودین و زنده باد محمودین سه در آمدن دمی ولسوالی ولسوال بیرون شد که چی گپ هست گفت والا سه بین تو شما حق ما رو خوردین و حکومت خائن است دیگه کی گفت میگه این تو یک شخص است به نام محمودین او فهمید که این محمودی رو میگه محکم میگه بسیار هوشیار آدم بود گفت تو مردم همین حق شما درست مگر میدانین که محمودین کی است؟ گفت نه گفت تو خب هیچ خدا را قبول نداره کافر است شما کافر است گپ کافر قبول میکنین یا مسلمان و او ایه میگه کافر است یک دفعه از اونجا می کل اگه می لشکر میگه برامد مرده باد محمودین و مرده باد محمودین صاحب آمدن که محمودین را بکشن صاحب که پیدا کنن دیگه حالا دمی نیم ساعت محمودین زنده باد محمودین مرده باد ما باید همی یکمه که توجه بداریم با حق چی کنیم چی میگه انتقاد و با حق و با عدالت و آفاقی تمجید بداریم ولی زی که در افغانستان مسئله تمجید هم بسیار کم است یک نفر اگه کار یک خشت را به صداقت ماند او را شما تمجید کنین تقدیر کنین او را تو فکر کنین که یک کاری بسیار بزرگ را انجام داده و بیشتر میشه یعنی یک چی میشه از لحاظ روانی موتیویدت میشه تشویق میشه به کار نیک ما هیچ چیز سبب هم تشویق نه ولی همین طالب همین کارهایی را که حالی فعلا کرده یعنی افغانستان از پنجال و چنگال چندین کشور بزرگ جهان نجات داده استقلال که ما در طول تاریخ خود به استقلال و مبارزه و اینا معروف هستیم و یکی دیگه از افتخارات ما جنگ علیه افغان و انگلیس هست هفت بار ما موفق شدیم انگلیس ها رو دکتر برایدن نیم جان رسید و صاحب می بالیم و چی را فرض کنیم به این منوال نمی دانم امی صلح و سلامی که آیدی حال مردم افغانستان گریدی هر کدامشان یعنی برای ما مردم از لحاظ افتخارات بهترین افتخارات است نه او رو باید دوست داشته باشیم به هر حال میریم سراغ یک تلفن دیگه بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب بفرمایید یم امی کوشش کنم انسان که راجع به افغانستان صحبت میکنن دلسوز باشن مومن و چشم گوش نوا و بینا داشته باشن دیگه کسایی که منفی پاشی یا میکنه یه چمیان خود ضرورت نه به چینل خودت از بیان نه به افغانستان کدام مفاد میرسونن اینا از یک زاویه صحبت میکنن بختر اقدای شخصی دارن سیاسی دارن اینا یک وقت راست هم نمیگن حال افغانستان الحمدلله آزاد شد ما افغان هستیم مسلمان هستیم از افغانستان خود دفاع کنیم از مجاهد خود دفاع کنیم انشاءالله مردم روحی خوب بتیم نترسانیم الحمدلله افغانستان آرام شد داشت از بین رفته میر انشالله این چیزای از شکم خود باید ما صحبت نکنیم مختری که من یک کلافت چشم خود پت میگیره صحبت میکنه گناه داره خداوند بینا و شنواز که ما شما دروغ بگیم به شخصیت میشیم در اجتماع خداوند به شخصیت میشید انسانه ما شما باید از عمق تغییر افغانستان دنیا صحبت کنیم اگر خبر نداریم هیچ صحبت نکنیم خدمت مثلا ما افغانستان می بینیم شکر از نگاه آرام و همین در دو ماه که طالبان ماشاءالله حکومت را گرفتن شکر بسیار کار کردن که حکومت افغانستان در 20 سال هم کار نکرده بود همین
شناختن افغانستان باعث بخیر افغانان انشاءالله که به پای خود استاد شوند، خود کفا شوند انشاءالله، یا من طرف خداوند یک پیام از بر ملت افغانستان و مجاهدین انشاءالله که بکوشیم، انشاءالله که خود ما انشاءالله خود کفا شویم. و از سکولر ها که میگن یک حکومت باید دکتر باشه، انجینیر باشه، بسیار کار غلط اشتباه بیعقلانه صحبت میکنن. به این خاطر حکومت که هست منجمنت هست، خطاب مخترم منجمنت بله یک مملکت هست، چطور منج کنن، وزیر چطور منج کنن، رئیس چطور منج کنن. در یک مملکت که آرامی بود، عدالت اجتماعی بود، حق کس خورده نشد، حکومت دلسوز بود، این همه که کار هست. باز مردم خودشان کوشش میکنن انشاءالله که وطن خدا باد کنن. بیا یک صحبت کنیم امریکا چطور آباد شد. خدا مطلب یک روز باید شما صحبت کنید این بارا امریکا وقتی که حکومتش گرفتن، آزادی خود گرفتن، همه مردم خودشان زحمت کشیدن. عالمی پیشرفت امریکا را که میبینیم، بلدنگ های امریکا را میبینیم، فکتوری ها کل شخصی خدا مطلب، حتی جیلا و یا شخصی، حتی در تکساس پلیس شخصی، مردم خودشان زحمت کشیدن. این نیتی بسیار اشتباهی بزرگ است که میگن حکومت باید هر چیز باشه. نه، حکومت یک حکومت صادق دلسوز که بود شرایط مساعد کرد برای ملت خودش کوشش میکنن انشاءالله. که یکی دیگه راجعه به زن بگم خطاب مسترم، شما باید صحبت هستی زن که چرا در امریکا در غرب زنها کار میکنن وقتی بعد از جنگ جهانی که کمبودی مرد شد، اینا کوشش کردن که زنها باید در کار بیان، در فابریکا کار کنند. و اونا پیش از جنگ جهانی خانمای اروپا و دنیا اگر شما متوجه باشین کریشن بودن، مردم با حیا بودن، لباسای پوشیده، حتی چادر می پوشیدن خدا مطلب. این وقتی که اندستریال رولوشن شروع شد، زن تشویق کردن، لج ساختن و در کارها و باعث بسیار تجاوز جنسی ها قرار گرفتن که باز یک شروع شد آزادی زن و این چیزا، حقوق زن در امریکا. به این خاطر افغانستان 18 میلیون مرد ما بیکار است. بله داد میزنن که زنها چرا کار نمیکنه. طالبا یک اشتباه دارن، باید بسیار واضح واضح برای این مردم بفهمانند و بسیار آسانی که در افغانستان این ضرورت نیست و زن فعلا زن مادر ماست، همیشه در کلچر اسلامی ما همیشه زن در خانه بوده، طفل بهترین طفل تربیه میکردن، در اجتماع تقدیم میکردن، مرد کار میکرد. اما مردای ما بیکار مانده، زنها را چی تکلیف بتیم؟ و کار خودش یک مسئولیت، حکومت خودش یک مسئولیت. بله 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 بله، زن ضعیف است، چطور میتره که مسئولیت بزرگ یک امریکا و یا مجبور شدن خطاب کنه؟ تشکر سروری صاحب، قضیه صحبت کنیم ان شاء الله آسان‌تر میشه. تشکر. اگر که دلسوز افغانستان نیستیم، مسلمان خوب نیستیم، بله صحبت نکنیم بهتر است. تشکر ان شاء الله. تشکر. خب زن افغانستان در می زمره قدر ممالک جهان که واقعا زن تعجیز میشه در روی کره زمین. اون روز یک داکیمنتری رو در می میامار می دیدم، بزور یک طفل 8 ساله 9 ساله رو می گرفتن در اجله ازدواج سه می انداختن و او چیغ می زد و فریاد می زد، نمی دانست که ازدواج چی است. یک آدم تو وحشتناکی رزیلی را میداد و چیغ میزد و سب و را تیله میکدن و بردن، مثل که یک گوسفند یک مواشی را میبرین. بازم در قلف کلان انداختن که دختر فرار نکنه. به حد وحشت هست در این هندوستان، امی زد زن در اجتماع هند، حتی در امون قرا و قصبات زن وقتی شوارش میمیره به حیث یک انسان نجس فکر میکنه که از دست همین ناس بودی خانم که شوهر از او وفات شده. شما برین همین داکیمنتری رو ببینین، مقایسه کنین. هندوستان که امروز یک بر قدرت تو صاحب در همین جی 20 هم و اونا هم مودی رزیل همونجا اشتراک داشت، همین تعصبات زد مسلمانان در هندوستان و یا در دیگه ممالک. شما ببینین در عربستان سعودی زن حق نداره که واقعا آزاد بگرده و بیرون شوه و بره و هرچی دلش خواسته باشه. به حدی در اونجا ضد زن و حقوق زن رفتار صورت میگیره. در دیگه ممالک
ام براد بیس گورنمنت قائم گرفته یا عام شمول یعنی چند قلمی که موجود است این صرف بهانه های است تا خود این مسئله القاعده و نمیدونم داعش دا اینا را صرف برای یک بهانه اینا قمچین کردن و اشتهار میدارن تا یک توجیه به وجود به این همیش دروغین هست شما باور کنید از نطفه همی عملیات داعش القاعده با حمله بالا امریکایی درست نبوده هیچ اما اسامه بن لادن که در دوران جهاد در کنار مجاهدین می جنگیدن امروز مجاهدین او را بد میگه باید یک شخص ناز فکر میکنه او که خدا نکنه و ما ای را نمیشناسیم و آدم بدی بود دیگه بود که بادارایشان خرسند شون نزونه در دوران جهاد دوست داشتن باید یک برادر امی سیاف میرفت پابوسی امی عربا را میکرد یک آدم با شهامت و واقع ایماندار در هر زمان و مکانم واقعیت بیان می داره اگر به قیمت جانش تمام شد جایی که ما از اونا تشکر کنیم که در اون جنگای گرم علیه ارتش سرخ پول خدا جان خدا آوردن قربان کردن در سنگرهای داغ به امرای مجاهدین از ما نفرت داریم و خوشحال هستیم که دیگه القاعده سرکوب میشه در حالی که گناه و قصورم از القاعده نبود حالا ما متور است نه برادر زد زن کدام کس در افغان کشوری سنت چی میگه سنتی افغانی به اون منوال کلچر جوش خورده واقعا در قرا و قصبات در روستاهای افغانستان در دوردست ها دختر بدون استیزان به شوهر داده میشه ولور گرفته میشه دیگه دیگه این موجود هست مگر با آمدن و رفتن طالب بود نمیدانم دیگه این در دوران ظاهرشاه همین چیزا موجود بود پادشاه سابق مادرم افغانستان بود یک دخترک هیچ آگاه نبود که همین با کی ازدواج میکنه و هم پدر معامله را درست میکرد و سه یک دختر همون بود و هم پذیرفته بودن نرم ها و چی میگه سوشل کانترکت قراردادهای اجتماعی که میگفتن همون بود یا استا استا اگر مدرن میشه مثلا مگر این زنای بیبند و بار و هم نمایندگی از چی ایره امریکا که حقوق زن والا پایمال شده و سه حق زن داده شد و سه حق تعلیمی از اون آیا دمی 20 سال شما همی خانما رو بیارین تعلیمات عالی از یا کجاست یا حکومت همه شمول میگن کدام همه شمول همه شمول دوز و دقل خو نیست واقعا نمیالی به هر حال آنچه دروغین است رو حداقل پی ببرین واقعیت بیان بدارین بله سلام علیکم خوب هستین صاحب خیر و خیریت بفرمایید خیلی ممنون سلامت باشی خطاب صاحب من برای شما آرزوی موفقیت میکنم انشاءالله که همین تلویزیون شما کمک بکنه که مردم افغانستان دولت فعلی از همین مراحل عبور کنه گذر کنه یک گله ما شما داشتیم خطاب صاحب همین شما از عدل انصاف گپ میزنید بسیار خوب است منطقه خود شما یک آدمی یا آگوی 9 دقیقه در قدر وقت میدین و میه یک آدم بدون مدرک بیدین میخوانه لامذب میخوانه وارد مسائل شخصی دیگران میشه کپای شخصی دیگران در تلویزیون بیان میکنه من فکر نمیکنم میاز عدل و انصاف باشه بسیار تشکر خوش شما دو دقیقه سه دقیقه گپ میزنین بیانتان رو میدارین یک نفر از افغانستان تلفن زد بعضی چیزها رو بیان داشت یکان دفعه فکر ما چی میگه قضاوت ما اونجا همیتون میباشه که چیزای نو نو از گفته میشه فزن او همشیره ما تلفن زدن علاقه نشان دادن به افغانستان او را در نیمه را قطع میکدم که چرا علاقه دارین یک نفر برای خیر افغانستان گپ میزن و خودتان برادرم کلیت از امی پر از که کی چی گفت که او را چرا انصاف نکرد که او دیگه کرد یکم خودم دمی خودم اصلاحات بیار بیادر و بیار بیادر صحبت کو برای 5 دقیقه تا 6 دقیقه بارها خودت اجازه دادیم شما را تشویق کردیم باید یک برادر دوست داریم در موی هم تو در خمیر موی پالیدن و سر بازو رو بروی کشیدن و یک جنجال خلق کردن و کارا رو خودت هم نکو امی هر تلفون خودت می یک گله گزاری یک چیز دوون نفته است او رو میبینم که میدانم که این آدم تشویش های دماغی داره البته مشکلات فامیلی دارم اگر کوشش کو برادر که تلفن میزنین تو ما فکر میکنم که آدم منور معلوم میشین شما سر موضوعات افغانستان یک نفر گفت دیگه برادر پشت از اون اگر که خودی چی میگی وزن کلامی خودی چی هست
بری وطن چی را عرضه کده میتونی پیشنهاد انتقاد همه چیزهای تا بکو بانکی و مردم خدا کنه که هر چیز میگن در این دنیای فراخ و بزرگ هر کسی یک دماغ یک فکر یک باوری دار اگر عقبی عزی بده و بود بده و مثل همون یک مثال ما شنیده بودم میگم باغبان یا دیقان ماهر وقتی تخم پاش میته برای مزرعه در 80-90 درصد از او توجه میکنه که خوب گندم بروی و حاصل خوب بگیره و دیقان بیچاری که نمیدانم و یک گنجشکه کم که میه و پرنده یک دانه گندم ها میورداره مزرعه را اعلامی تا پشت همون توفنگ ها میورداره که باش دیگه نبیه و دیگه مزرعه تو میمانه و سب نه توجه میشه نه دیگه 80 درصد زایی میشه شما هم عقب یی بده و بده و اعلام بده به هر حال گران دوستان و تسیاری و پخدای سپار و تر سبب بیاد سرقه گیگو خدای پامان